که های گویای مشعل تقدیم می کند <موسیقی> کلیدر نوشته محمود دولت آبادی جلد سوم بخش هفتم پس چرا قد داری معطلش می کنی؟ باز کن دیگه کربلای خدا داد که پشت در به نفس نفس افتاده بود گلایه کرد مگه این قفل وامونده به این آسونیا باز میشه زنگار زده بی پیر ها آه مذهب سوخته کربلای خود داد حتی شبهایی هم که عباس در قلع چمن نبود در رو به روی خود قفل میزد این برای او کار دشواری بود زیرا نشسته به سختی میتوانست دستش را به زنجیر و زلفی در برساند با این همه نشیمنگاهش را روی هاون شکسته میگذاشت و قفل را بر در میزد و میگشود در که گشوده شد کربلای خدا داد عرق کرده بود و به گوشه ای یله شده بود قدیر پا در گذاشت زیر بغل های پدر را گرفت و پیرمرد را از زمین جمع کرد و او را به دیوار تکیه داد کربلای خدا داد سر و شانه به دیوار داد و گفت از دیرتر بریم همون شلوغتر میشه شلوغتر از ظهر که غروب زنها میشه برخیز 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 برو جای دیگه سر مرگ تو بذار تو آهای نام ننگ با تو هستم روی سخن با عباس جان بود عباس جان بیخ دیوار میان در بند خوابیده بود قدیر به او تشر زد ترسیدی سر کرت کج بشه اگه بکنه تکون بدی و قفل در رو باز کنی؟ عباس جان لحاف رو از روی کله پس انداخت های قی کردش را نیمه باز به قدیر گرداند و گفت همون که انسانس من در خونه رو بری خودش قفل میزنه خودش هم بازش میکنه انگار من دوزدم که کربله خدا داد گفت خیلی خوب حالا ورخیز برو بیرون از خونه ورخیز نکبتت رو کم کن ما میخوایم بریم هموم یالا عباس جان را به کله کشید و گفت برید تموم من چی کار به رفتن شما دارم کربلای خدا داد تندتر از پیش گفت نمیخوام اینجا باشی تو یالا برخیز برو گودتو گم کن یالا عباس گفت مگه سر بریده میانه این خونه قایم داری که انقدر دلت چوشش رو میزنه جا و فرصت آن نبود تا چانه در چانه عباس جان بگذارد کربلای خدا داد به قدیر گفت دمشو بگیر بندازش بیرون قدیر گفت برخیز برو انباری سر جای من بخواب برخیز عباس جان گفت از سر شم تا حالا جامو گرم کردم حالا از تو جام بیام بیرون تو باشی بیرون میای قدیر گفت جای منم گرم هنوز برخیز برو یاله دیگه پیش از اینکه قدیر پنجه در پاره لحاف برادر بیاندازد عباسشان رضا و نارضا برخواست نیمتنه و گیوه هایش را برداشت دشنام در دهان پشت خماند و از در بیرون رفت کربلای خدا داد دندان بر دندان سایید خدا از زمین ورت داره ننگ قدیر آرخالوغ بابا را از صندوق بیرون آورد و برو پوشند بخشه حمام را که پدر آماده کرده بود زیر بغل زد و پیش سینه پیرمرد زانو به زمین زد کربلای خدا داد به عادت پنجه های سیاه خود را روتل های پیر شانه پسر چسباند و بالاتنه خود را بر پشت او سوار کرد قدیر بخشی حمام را پشت گردن خود و زیر چانه پدر جا داد سایش را به زیر رانهای لمس پیر مرد غزاند و گوشت و پی استخوان را به چنگ گرفت و تن راست کرد. برای گذر از چارچوبه در باید می خمید و خمید. زانوها را خماند و گذر کرد. میدانست باید واگردد و در را پشت سر خود قفل بزند. اما پیش از اینکه او بیاندیشد کربلای خداداد گفت قفل بابا قفل. قدیر زیر تن پدر قفل بر در زد و کلید را به دست پیرمرد سپرد و راه دالان پیش گرفت کوچه روشن بود روشنتر از رنگ گرگ از پناه تاقان کوه سپیدی یال برکشیده بود و دست بر سینه آسمان میگستراند نسیم تازگی بهار با خود داشت که بر کوچه های خالی میپاشاند صدای خشک صرفهای از پناه دیوار خرابه قدیر را واگرداند گودرز بلخی از شکاف دیوار خانهش بیرون می پالتو پارش را بر شانه انداخته و بخشی حمامش را زیر بغل زده و کلاهش را کج گذاشته بود سلام و علیک بلخی کنار شانه قدیر و پهلو به پهلوی کربلایی خدا داد به راه افتاد حال پرسی خوبم تو چطوری بابی؟ بلخی با تنی در کلام گفت یکی از پسرات امروز میخوان کارت بزنن کربلایی گمان نمیکنم زیادم خوب باشی قدیر زیر چشمی به پهلوان نگاه کرده لبخندی موزی بر دور چشم های بلخی چین انداخته بود کربلای خداداد گفت عباس چونو میخوان کارت بزنند؟ اگه همچین کار خیلی پیش بیاد هم خودش آسوده میشه هم خلق جهانی از دست اون آسوده میشم بلخی گفت و نتو میگم حیف از کار نیست و رب بازجان جان یادم است که یک روزگاری تو هر شوترت رو به قیمت یکی از پسرات عزیز میداشتی کربلایی زیر لب گفت یک روزگاری یک روزگاری اون روزها هر دوتاشون قیمتی هم بودند از کوچه به درازنای آب. ردیف ترقبیت ها و مرغابی های بندار ترقبیت ها باید جوانه زده باشند بهار مگر نیست آب صبح و مرغابی های شناور حتی اگر از آن تو نباشند زیبایند بلخی نگاه بر آب و ترقبیت ها از گفتگو ماند در حمام به میدانگاه باز میشد رو در روی دیوار قلعه کهنه پله میخورد و پایین میرفت بیش از دو قد پله بسوده نمور و پیچدار چراغ موشی راه را روشن میکرد با این همه بلخی دست را جلو سینه قدیر حائل کرد مبادا به سر برود اصلا از پیچ پله ها بالا می بی سلام و علیک سر فروف کنده گذشت بلخی گفت دیدنش کفاره داره چسبه دار در تنبه را گشود در شکسته و نمناک بوی نمونا بوی آب مانده بوی چرک تن بوی گرما بوی خفگی سر بینه در بخاری قلیز گم بود نور فانوس درون تراکم بخار کورسویی داشت آدمها در کنج و کنار دیوارها زیر صفحه ها در تاریکی گم بودند چهره ای, بازو ای. یا پیراهن سفیدی گهگاه خراشی بر تاریکی میگذاشت و میگذشت سمت ریزنقش و سیاه سوخته در پیراهن بلند داروبر پاشویه به چرخ و تاب بود لنگ میشست و کفش جفت میکرد گفتگوها کم و به خمیازه آمیخته بود رفتنها و آمدنها کند و لخت بود شوخی گهگاهی همهمه پشت در در خزینه انبوه کربلای خداداد گفت نگفت بچی دیر کنیم شلوغ تر میشه بلخی پالتو از شانه انداخت و برهنه شد و فوته به کمر بست تنش هنوز توانا بود شانه ها و استوار سینه اش پیش آمده گردن و گردگاه پر می نمود که هنوز تهمانده دوران پهلوانیش رو با خود دارده. پا از سکو پایین گذاشت و تنش را کش داده و خواست رو به در خزینه برود اما کربلای خدا داد تا تلافی کرده باشد پهلوان را به نیش زبان نگاه داشت عید امسال با مادینه ها چه کردی پهلوان؟ تونستی چار متر چیتر برشون فراهم کنی و بپوشونیشون؟ پهلوان هیچ نگفت دانست که داده و ستانده است پس راه افتاد کربلای خدا داد گفت اگه خیلی دست بعد از حمام بیا خونه هنوزم میتونم جور بابای چند تا دخترینه رو بکشم پهلوان در بخار گم شد قدیر رخت از تن پدر به در آورد و فوته ای به کمر او بست و گفت اینجور روی مرد و آتیش میدن مرد <applause> هر دادی ستدی داره وقتا این منو میان آرخالوغ هم گره بزن قدیر آسین های آرخالوغ را بر پیراهن و تنبان پدر گره زده و پس به خود پرداخت نیمتنه و جلیقه ای روی هم تازد و پیراهن از کله به در کشاند و فوته به کمر بست و تنبان از زیر فوته پایین کشید و پای سکو زانو خماند و تن تکیده تا کرده و گره گره و از قوار در رفته بابایش را بر پشت گرفت راست شد و دست به دیوار گرفت و پیش رفت و در را با پیشانی گشود و پای به سحن خزینه گذاشت فشردگی و انبوهی بخار زیر گنبری سخ دو چندان بود گرما و همهمه بخار و گفتگوهای گنگ جیغ ها و صدای پاشیدن آب شلوغی تنهای برهنه تیرگی و برق تیغ دلاک آمیزه ای پرداخته بود موازه به قدم برداشتنت باش آب صابون نلاغسی از این طرف از این طرف مشربه هنا آی خر به بازار آوردی انگاشت پات به چشت نره بذارش زمین دیگه سوقات تو قدیر از لابلای تن و درس های جنبنده که یا چرک تن خود می یا به چرک گرفتن تن دیگری بودند گذشت و زیر نیش زبان و خوشتبعی این و آن به سوی دیوار خزینه رفت و آنجا نشیمنگاه کربلایی خدا داد را روی دیواره گذاشت و خود نفسی راست کرده روی رفک ستون کنار واجبی خانه یک چراغ موشی روشن بود و دود می زد روشن ها یه صبح هنوز از حجم شیشه های شکسته و دود زده سقف حمام به درون گذر نکرده بود پس به دشواری می شد یکا یک مردم را شناخ مگر چشم به تیدگی و بخار خو کنند انبوهی برهنه در بخار و تیرگی میلولیدند تن و بدنهایی که قواری هیچ کدامشان به روشنی پیدا نبود انبوه بیشک تنها هنگامی قواری تن انسانی نمود میافت که از انبوه مردم نشسته خمیده و لمیده که پنداری به هم بافته شده بودند تنی به سببی گسیخته میشد و در پرتو بیرمق نور چراغ موشی می ایستاد یا از کنارش به لختی می گذشت. در این هنگام تراش تن هر آدم در حالی از بخار روشن قباری خود را می نمود. این با قولی بندار بود که در پرتو نور می گذشت. از واجبی خونه بیرون میاد. قدیر پله های دیواره خزینه را بالا رفت و در آب قلتید. وای سامده خونه خراب آب سماور ریخته میون خزینه وای تو چیکار میکنی بابا آب قاطی کنم بریزم سرت یا میای میون آب میام میام سگ پدر آب رو جوش آورده که آدم نتونه توش تاب بیاره میخواد پاکیزه نگهش داره آب جوش دیرتر پلشت میشه اما من میام مزه همون میدم که توی آب برم کربلای خدا داد تن به دست های قدیر سپرده و پنجه در شانه های او چسبانده و به نرمی در آب فرو لغزید. قدیر می باید زیر بغل های پدر را داشته باشد تا پیرمرد در آب نشسته نشود. اگر در آب نشسته می شد به آنی خفه بود. کربلای خدا داد بال بر آب خود و قدیر را به سوی پله درونه خزینه کشانده. و سورین را به آن گیر داد قدیر گفت اینجا مردم آمده شد میکنند. یک بسم الله بذار دستی به تنم بکشم بابا گلاب دعا خاند، که هیچ پیدا نبود در حق که دعا می کند پال پال دست به دیوار گرفت و از خزینه بالا آمد و با اینکه چشمای کور را می مالید بسم الله گفت باز هم نتوانست پایش را جای محکمی بگذارد و لغزید چنگ در گردن کربلای خدا داد بند کرد و او را هم در آب غلتاند و تا قدیر وا جنبد و دو پیرمرد را از آب به در کشد هر کدام شکمی آب دا قورت داده اند بابا گلاب آبهای مانده در دهان را بیرون پاشید و دعا کرد و کربلای خدا داد بنای فخش شد و دشنام گذاشت خود بد ذات مردی که ای ظاهر باتندار چشم نداری دست که داری برینم به کاکل بابات قدیر تا قال را بخواباند بابا گلاب را به سوی خزینه کشند کنار دریچه حوزخانه برد همینجا بشیم بابا گلاب همینجا کربلای خداداد همچنان دشنام میداد و بابا گلاب دعا میکرد خداوند عقبت همه رو به خیر کنه خداوند به همه عافیت عنایت کنه خداوند قدیر به دشواری توانست پدر را آرام کند و او را از خزینه به سهم بکشاند پیرمرد را بغل گرفت آورد و به کنجی نشاند و دلوی پر آب کرد کنار دست گذاشت و به شستن پشت و شانه پدر مشغول شد کربلای خدا داد قیز فرون شسته طوری که انگار گوشت تن خود را می جوید گفت به میرزایی دلاک بگو نوبت من رو نگه داره میرزا آن سود در روشنایی بیرمد و چراغ موشی به کار تراشیدن سری بود قدیر به پدر گفت حالا که دستش بنده بعدش هم که نوبت بنداره قدیر به صدا برگشت سید تلفنچی بود قدیر تازه را میدید کربلای خدا داد هم سید را از صدایش شناخت اما سر به سوی او نگردند این روشن بود که کربلای خدا داد به دیدار هیچ کس رغبتی هی ندارد. دوشار بیزاری سیاهی بود. سال تا سال هم کسی را نمیدید مگر در چنین جاها و در چنین روزهایی عید یا آشورا او دیگر به خود خوی کرده بود. هرچه داشت در خود داشت. حرفایش را هم با خود میزد. با دیوار. با حسار دور خود. پولی هم اگر داشت تنها خودش از آن باخبر بود در قلع چمن محتاج کم نبود اما او پولش را به نزول هم به دست کسی نمی سپرد. کم نبودند که با پای سبک به در خانه کربلای خداداد می رفتند و با سر سنگین از در خانه او بر می گشتند. پنداری دیگر دل و نگاه دیدار این و آن را نداشت و در تنهایی بی پایان خود آرام آرام داشت بدل به گرهی از نفرت میشد نفرت نفرت از هرچه بود و نبود تنهایی اطمینان و اعتماد او را از هر که و هر چه بریده بود هم از این رو دلش نمیخواست سر برآورد و روی سید تلفنچی را ببیند حالا اول چطور کربلای خود داد خوبم خوبم چنان بریده گفت و برید که سید دیگر مجالی به گفت نیافت قدیر شرمگین به سید نگاه کرد و پرسید تو چطوری آقا؟ ای شکر خدا قدیر پرسید پس کو بندار سید سکوی زیر شبستان را دا نشان داد اونجا ماه درویش داره کیسهش میکشه قدیر نگاه کرد روی سکو بندار به پشت خوابیده بود و ماه درویش پاشنه پای او را بر زانو گرفته بود و سنگ پا میکشید. کشید. قدیر گفت شیدار همراه نهایی برده. سید گفت اصلا بود و رفت اون یکی قدیر می دانست که سید دلش نمی خواهد نام را بشنود چرا که یاد خوشی از شیدا در خود نداشت. سید تلفنچی همین آخری ها دخترش را در شوراب توانسته بود عروس کند. این بود که قدیر حرف شیدا را برید پیش از بندار که کسی به نوبت سرتراشی نیست ها سید تلفنچی گفت شب عیده همه میخوان پشم و پیلی زمستون از سر روشون بروبن یکی یکی اما ماه دروی شلوتر اومده و برای اربابش نوبت گرفته قدیر بیواکنشی به حرف تلفنچی بابا را به پشت خواباند تا سینه و شکمش را کیسه بکشد بخار و گرما پوست پیرمرد کربلایی خداداد را خیسانده بود و چرک زمستانه تن زیر کیسه فتیله میشد. فتیله چرک زیر دست هم کربلایی را خوش می آمد و هم قدیر را وقتی تن دیگری را کیسه می کشی، چرک اگر بر نتابد تو کلافه می شوی و احساس می کنی به کاری بیهودهی سرگرمی دیگری همون که پوست تن به کیسه سپرده است وقتی حس کند چرک از سنش وانه می نیز کلافه می شود زجر اما چرک وا می گردد حس می کنی کاری پیش می رود رضایت خاطر گرچه نه تو دلاک باشی و نه پدرت دلاک بوده باشد ماهدرویش حس می کرد کارش پیش رفته است عرق از بیخ گوش ها از پشت ابروها و از نوک بینیش می چکید شانه و بازوی راستش درد گرفته بود با این همه از کاری که به پایان برده بود احساس رضامندانه ای داشت به نشانه پایان کار همان گونه که دلاکان ماه درویش دستیش را که به جلد کیسه بود به ران بندار و بعد به کف دست خود کوفت و بندار قد راست کرد و نشست احساس سبکی و راحتی های پوست باز شده بودند و پنداری خستگی سالها از تن به در می شد. فتیلهای چرک هنوز به تن بودند. این هم یک دلف آب. بندار چشمایش را بست و ماه درویش آب بر سر و شانه بندار ریخت و رفت تا دلوی دیگر بیاورد. آورد و به کار لیف زدن شد. بندار چشمایش را بست تا حباب کف به چشمایش خیزه نکنند. ماه درویش می دانست که بندار باید چشم را بسته باشد پس نمی توانست به ماه درویش نگاه کند و می توانست حرف بزند شک و شکایت کند بیان که ناچار باشد از نگاه بندار برمد فرصتی بهتر از این گیر نمی آمد حرف را چندین و چند بار در دهان گردان و پس گفت بندار یه حرفی یه چیزی میخوام بگم آه بگو از بابت شیدا خب خواستم به شما بگم کاری کنید که دور بر خونه ما زیاد پرسه نزنه خوب نیست برام حرف در میارم سر من جوونه من قریبم ما که دوتاییمون در خونه شما کنیزی و نوکری میکنیم بعد اون پوش سر ما هزار جور حرف میزنن من نمیتونم تنگه بدزبانی این اونو خورد کنم دوست و دشمن زیاده یک کلاق چل کلاق میشه در دهن دیگر رو نمیشه کرباس گرفت بندار تا پاسخی بیابد پنجه در کف رو برد و سر و رویش را خاراند و پس گفت خودت که خوب گفتی در دهن دیگران نمیشه کرباس گرفت جواب خودت رو که خودت دادی دیگه من چی بگم مردم سر پسر پیغمبرم حرف میزنن اگه تو میتونی بگو نزنن آب بریز مادرویش آب ریخت بندار کف از سر روی شست و به ماه درویش برگشت ها اگه میتونی بگو نزنم ماه درویش بهانه برداشتن صابون سر فرو انداخت و گفت شما فعلا نصیحتش کنین نصیحتش میکنم نصیحتش میکنم همیشه نصیحتش میکنم میرزای دلاک سنگ و تیغ به دست کنار سکو ایستاده بود حاضری ایوان دستم خالی شد اومدی بالاخره یکان صبر کن الان زودتر سید میرزای دلاک روی لبه سکو یک زانو نشست و بازوی لاغرش را تکی بر آینه ی به درجسته زانو داد و سیگارش را به لب گذاشت ما در که به هر کاری چه زود خبره میشه نکنه چهار سبا دیگه تیغ و دست من بگیری سید مادرویش که بار دیگر کف بر سر و شانه بندار پاشنده و به کار چنگ زدن بود روی به میرزا گرداند و به تنه گفت روزگار دیگه استاد گرد رو هم با آسیابانی با میداره چه باید کرد؟ میرزا خندید دهان کم دندانش بازو بسته شد ته سیگار نم اش را به میان لبهای ماه گذاشته گذاشت و گفت خوبشه دیگه چقدر از ارباب پذیرایی میکنی آب بریز بریز بابا آب بریز این روز میزا هفت ماه هست دل باب را ماه درویش بر سر بندار ریخت و جای خود را به میزای دلاک داد میزا پنجه در موهای بندار فرو برد و مالش داد دورش تو دورش به ترشا میزا دور سر بندار به چرخ درآمد. نوبت ما کی میرسه میرزا میزا سر بلند کرد. علی کربلایی محمد بود. با قامت زمخت و شانه خمیده و کله خربوزهیش کمی دورترک در بخار ایستاده بود و میرزا را نگاه می کرده. میرزا گفت چرا نرسه سالر علی؟ مگه صرف سر از سرکی که کم تره. فقط کمی معتل میشی دو نفر پیش نوبت دارن یکی کربلای خدا داد یکی هم پهلوان بلخی علی که به علی خاکی شهره بود سر برگرداند و گفت خیال کردم بروغ آقایونی میزا کنایه سالار را با گرفت و هیچ نگفت علی خاکی که پشت کرد بیخ گوش بندار گفت میانتون انگار خیلی شکرابه بعدی رو اوقاتش تلخ بود بندار همراه زهرخندی گفت بذار تا ته به سوز گوز پدر از گرسنگی تو آسیاب میخوابه اما بزرگی تیزدهش رو بر نمیداره میرزا پرسید انگار آقای آلجاقی هم دل خوشی از اون نداره بابگولی گفت از همچه آدمی که دل خوش داره همین سال زمستون میخواست که اون بگه که برو بخونت به بنشین اما من زامنش شدم خیلی وقت دیگه بیلش دم آب اربابی باشه شش ماه قربن که برداشته بشه به جاش دهخان میگیریم هزار بره کنار شانه بلخی راه بره و قیبت ما رو بکنه ماهدرویش که همچنان ایستاده بود در سکوتی که افتاد گفت با من دیگه کاری نیست بندار برم سر تن خودم و بشورم برو بعدشم یه حوله منو بیار پای خزینه پای پله های خزینه مادرویش با پهلوان برخی سینه به سینه شد پهلوان به او گفت میخواستی در هم خوب کیسه به مالی علی خاکی که تا چرک ساخها را بگیرد پشت به دیوار خزینه داره بود گفت کارش نداشته با سید بیچاره رو جدشون زره بیه برو سید جان بیا برو مادرویش سگ جویده شده از کنار شانه گودرز بلخی گذشت مثل پیرمرتا پا خزینه گذاشت و آن سوی دیوار درون بخار و آب گم شد علی خاکی به بلخی گفت خیلی مسخرش میکنی سید و گناهه اونم به تلافی زن شما میداره که به دخترت فرش و نده پهلوان گفت فدای سرت یاد نده عاقبتش که من موندنیه این خراب شده نیستم کجا میتونی بری؟ کش میکنم به دشت گرگان اونجا هر کدومشون پنج من قوزه اربابی از دست جمع کنن و اندازه نون خودشون مزگیرشون میاد خودم هم زدوان می کنم بلکه بتونم یکی دو هکتار زمین به اجاره بگیرم که هم اگر از من میشنوی قصد کن بریم منده چه بکنی؟ اینجور که بوش میاد چار سباه دیگه خونه نشینت میکنن با امید اون چهار جفت زمینی دیمت که نمیتونی شب روز چش به آسمون بدوزی میتونی تو اگه به دشت گرگان باشی با این خبرگی که در زراعت داری میتونی پنجاه هکتار زمین پنبر رو اداره کنی اما نمیدونم چرا می ترسی از اینجا بکنی شاید امر بر اینکه بابا ننت در گلستان قلع چمن زیر خاکن علی خاکی گفت <applause> نه همه همین نیست من و تو هم بذاریم از اینجا بریم پین دوز چی؟ تو ساده ای تو سالار به خیالت در این مملکت فقط همین یه پین دوز هست نه مثل اون بسیارن ما چی؟ ما اونجا ناشناس هستیم یکی از اون ما اینجا ریشه داریم طرفمون رو اما اونجا اونجا مثل اینجا چه فرقی میکنه هر جا آدمایی مثل ما باشن طرفشون هم بالا سرشون هست این دعوا مناسب به قله چمن که نیست تازه اون طرف ها دامنش بیشتره یکی اینکه که دعاتش هم نزدیکترن دیگه اینکه مزد بر زیاد داره میریم ببینیم چی میشه نه نه هرچی باشه ما اونجا قریبیم غریب مگه ستار در اینجا قریب نیست پس چطور پاکی به بخونی تو میزه رو چشم جاش میدی ستار با من تو فرق میکنه بله بون اون فرق میکنه حالا ببینم سید تلفن چی صدا بلند کرد سالر علی سالر علی دستم به تخت شونم نمیرسه بیو بشیم با این کیسه پشتم و یک کم بخارون علی خاکی کیسه را از دست سید گرفت و پشت سر او نشست سید گفت و از که گوشت داده بودی دم زبون این بلخی سالار حرف میزدی با سید بله که حرف اما حرف از چی؟ من میدونم یادم تو رو کلی نکرده اما اگه از من میشنوی از زبون اون پرهیز کن این بلخی زبون سرخ داره زبون سرخ سر سبز و میده به باد سالار حالا ببین که این حرف رو به تو زدم چرا سر بی درد خودت رو دستمال میبندی؟ هنوزم دیر نشده میشه از دل آل جاقی بیرون آورد من برات پادر میانی میکنم اتوی ندارم که روی منو زمین نمیندسه زامن میشم که سر کارت بمونی حقیقت شو بخوای آل جاقی هم دلش میخواد آدم راست درستی مثل تو سر کارش باشه هرچند که خودش اینجا نیست اما چشمش اینجاست آدم درست از آدم نادرست تشخیص میده ببینه که تو بعد 15 سال که بیلت دم آبه هنوز یه پلاس نداره که زیر بچات بندازی امبز امبز گندمش دست تو بوده زیره و پنبش هم به همچنین تو اگر اهل دزدی گرگی بودی تو تاله بسته بودی این چیزا رو آلاجاقی میبینه خوبم میدونه اما تو از وقتی که اسب چپ رو با اون بستی از چشمش افتادی کافی روی خوش نشون بدی قول بهت میدم که سال دیگه سالار رزاق رو برداره و تو بذره سالار دهخاناش سالار رزاق دیگه عمر خود کرده کلش از پیری می جنبه کشماش داره کور میشه دیگه کاری نیست اون دیگه کاراش کرده پسرش براتم هنوز اونقدر خبره زراعت نیست که بتونه جای پدرشو بگیره پس تو این اخم پیشونی تو از هم واکنو، و از خر شیطون پایین من به تو قول میدم که آلاجاقی هم آدم نتی نیست بی خود و بی جهت زحمتهایی که کشیدی رو به هدر نده این چار علی خاکی فتیله چرک را از روی شانه سید تلفنچی پرانده کیسه را از دست بیرون آورد و روی زانوی او انداخت و گفت عجب چرکی بر مساید آقا انگار شیش از کمون نیمدی بابا گلاب رو ببین بابا گلاب روی دیواره خزینه مانده بود علی خاکی به گودرز گفت واگر بگیرش پیر مرد و خونه خراب بلخی واگشت و به بابا گلاب نزدیک شد پیرمرد دست روی شانه پهلوان بلخی گذاشت و به دعا گفت راهم هم به بر پهلوان را هم به جان خدا قوت بازوات رو از تو نگیره را هم ببر چشمان به این بخار جایی رو نمی بینه خدا عمرت رو زیاد کنه خدا دخترات رو سفید وقت کنه پهلوان جان پهلوان بلخی تا از شنیدن دعاهای بابا گلا واسوده شود پیرمرد را زیر بغل زد وزیر تاق زمین گذاشت بابا گلاب نشان از میرزای دلاک گرفت پهلوان گفت دستش هنوز خالی نشده حالا یه گوشه بشین و چرکتو بگیر تا نوبتت بشه میرزا همین دست طرف سکوست بابا گلاب دو آگویان برخواست دست به دیوار گرفت و به سوی سکو به راه افتاد میرزا میرزا جان خدا قوت دست درد نکنه میرزا جان هرچی خواه که من عمر تو میرزه جان کجایی؟ همون جور بیا بابا گل آبلانگت باز شده اون دو مسخال پی رو بپوشون قدیر کمر راست کرد و گفت تمام نگاه قدیر و بلخی هم را گرفتند اگه دلت میخواد بیا دراز بکش پشت تو کیسه بکشم پهلوان به سوی قدیر رفت و گفت اول تو نوبتی قدیر گفت بدم نمیگی بذار یه دلواب رو سر پیرمرد بریزم خستم شدم آب سر و تن کربلای خداداد را شست قدیر پدر را کناری کشند و جایی به اندازه خود باز کرد پهلوان کیسه به دست آمد و قدیر دراز کشید پهلوان تن کشیده و لاغر قدیر را به زیر کیسه گرفت و به کربلای خداداد پوزخند زد خب همسایه تو هم به کاسی ما ریگ میندازی گوشه کنایه میزنی مسخرهمون میکنی اینجور زمونه پیرمرد دچار شرمی کودکانه لحظه ای بی زبان ماند پس گفت از ته پیر هم به در رفتم پهلوون حرفام و به دل مگیر خالی از قرض گفتم شرمندم اول گمان کردم میخوای آزارم بدی قدیر زیر لب گفت گوشت نباشه دست خودش نیست اختیار زبونشو نداره داره طفل میشه کربلای خدا داد گفت پس این پیاله حنا رو کدوم گودی گذاشتی تو همونجا بیخ دیوار دستتو دراز کن ورش دار مراقب باش نریزیش کربلای خدا داد پیاله هنا را پیش کشید و پنجه هایش را درون هنا فرو برد و بعد انگشت های بیهست و رمق پاهایش را به هنا آغشت و از آن پس چون کودکی به بازی انگوشت هایش سرگرم شده گفت یادم از که پیش ترا شب اک دست و پا تو هنا بستی بون بیا ته پیال دستات رو بس میشه برش برای تو پلوان تا روی پیرمرد را زمین نی باشد گفت محبتت کم نشه کربلایی ممنون میرزای دلاک با سنگ و تیغش عرق ریزان و خنده بر لب پیش آمده دستم خالی شد کربلای خدا داد قرص بشین که رسیدم کربلای خدا داد گفت اول اون چاقوی کشید و تیزش کن من قرص نشسته هستم تیزه تیزه جون کربلایی دو برابر مزی که تو میدی تیزه به چپ چپ کن کربلای خدا داد خود را چرخاند و گفت چشم دلاک و مرده و فقط خاک گور میتونه سیر کنه با این تیغی که بعد از هر ایامی به سر آدم میکشی قانه نیستی که یک جوال گندم راهی در خونت بکنم از بابقلی بندار چقدر مزه سالانه میگیری که از من نقدی نمیگیری اونجورم مثل پروانه دور سر چرخ میزنی بندار سالانه چهار من گندم میان توبرت می ریزه و هفته دو کرت راهی میکنه دنبالت که بری و دستی به سر و روش بکشی منم مزد هر بارت رو کف دستت میذارم دیگه به تو چه دخلی داره که من سه ماه به سه ماه سرم رو میتراشم تو به بهشت و دوزخ چه کار داری من شاید نخوام سرم سرمو بتراشم به کسی چه میرزا گفت به دل مگیر کر بلایی من خواستم شبیدی شوخی باد کرده باشم اصلا مزدم که ندی بازم سرت میتراشم این قدا می نیستم هرچی باشه در ایام جلوداری تو من تخم مرغ و شیره های پر روغنی سر سفرت خوردم نون نمک تو فراموش نمی کنم راستی شنیدم بندار میخواد امروز ارونت و کاردی کنه کربلای خداداد گفت خبر خوشی شنیدی لابد یکی که رونشم عیدی به تو میرسه از آن سوترک صدای سشاخه چپا و چوپان برخواست راستی کربلای خدا داد چند سالی میشه این ارونه رو داشتی کربلای داد که هر کلام دیگری درفشی بود و به رگش میدوید تلخ گفت از عمر بابای گور به گورت چپا از آنجا که با همه اهل قلعه چمن زبان شوخی داشت بیان که دلگیر شده باشد به جواب کربلای خدا داد گفت همچی خیال میکنم که هم دندون خودت باشه حالا چرا زودتر از تو در زیر کارد میخوابه خدا داند تقدیر هر حیوان یه جوری دیگه کربلای خود داد گفت بذار دهنم بسته بمونه کور بی هیا نمیخوام اینجا پیش چشم این همه آدم چل تا بارد وارد کنم چپا گفت یکی از اون کلوفتار نگرده پیش خودت شبی نصف شبی به کارت میاد خنده زیر سخت پیچید بابا گلابت همچنان کورمال کورمال از میان جمعیت راه گشود و به جستجوی میرزای دلاک میامد گفت سلوات بفرستین سلوات اما کربلای خودداد آرام نمی گرفت چی به تو بگم کور بی حیا چپا تو که شرم و حیا سرت نمیشه اگه آرو درد داشتی میگفتم اون کلفتی که حرفشو میزنی بیشتر به کار تو میخوره کمکی آخه شنیدم کمرت از کار افتاده و جواب جفت تو دیگه نمیتونی بدی چپا گفت راوی آن کاره بوده کربلایی میخوای یه امتحانش کن بندارد که کمی پوتهش رو محکم میکرد پیش آمده گفت خوشتابی میکنید کربلایی خود داد گفت چوپان تو اختیار مال خودش رو داره نداره مزد چوپونیش رو تو میدی نون لالا رو که تو نمیدی بابغولی بندار خندید و نشست هرچب که بعد سالها حرف زدن تو رو شنیدم کربلای خود داد تو انگار سال به سال زبون باز میکنی خب بگو ببینم حال احوالت چطوره خوب الحمدلله که خوب خیال داشتم یه روزی بیام به حال تو احوالت قدم رنجه میکنی میام اید که میام دستبوز باز چه رنگی میخوایی به آب بریزی بعدا عرضت میکنم حالا کار دارم دیگه چی؟ شطوره رو که برداشتی بردی بازم چیزی دارم که چشم تو رو گرفته باشه و خودم از اون خبر ندارم بعدا کربلایی بعدن اینجا که جای حرف زدن و گب نیست بلخی به کنایه گفت کربلای خود داد ساده است بندار هنوز نمیدونه که تو کارای عمدت رو شبا در خلوت و زیر جلی تموم میکنیم بندار چانه راست کرد و گفت چه میشه کرد پله بون؟ شبا در خلوت هر کسی یک کاری رو زیرجلی جلی تموم میکنه یکی سر و ته معامله رو به هم میاره یکی هم تخمه دختری رو تو گود میندازه بندار نمان تا درد حرفش را در پیشانی بلخی نگاه کند به سوی خزینه رفت و به ماه درویش که از پله ها پایین میامد گفت برو حوله من بیار اینجا ماه درویش از کنار شانه علی خاکی گذشت خاکی گفت حالا که خوب گم تکون میده بذار تکون بده قمر وزیر حروم زاده هر گوساله یه روز از شیر مادرش وا گرفته میشه اون وقت باید یوغ رو به شونه بکشه دوره تو هم بالاخره یه روزی به آخر میرسه آدم بی ناخون قدیر گفت هر چه هست از عرقیش خوش هم میاد دمی از حساب و کتاب کارش قافل نمیمونه کلاغ تو آسمون نعل میکنه نامرد پهلوان به جواب قدیر گفت باشه باشه نهل کنه برخیز قدیر برخواست آب بر شانهای خود ریخت و گفت حالا تو درست بکش پهلوان گفت جو نشسته خوبه مقید نباش تخت پشتم و چهار تا کیسه به کشی کافیه بقیه جا دست هم میرسه قدیر پیاله هنه را پیش دست پهلوان خیزاند و گفت تا وقتی دستات رو بلخی دست در پیاله هنا برد میرزا موهای چسبیده به دم تیغ را به بال فوت پاک کرد و گفت نوبت بلخی به خاکی گفت تو بشین علی خاکی زیر دست میرزا نشست و میرزا تیغ بر سنگ مالید بابا گلاب کنار شانه خاکی خزید و گفت سرم را و سرسری متراش ای استاد سلمانی میرزا گفت از نوبتت برسه بابا گلاب بعدش بابا گلاب ادامه داد که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانیم ته تو دیدم بالا هم داریم میبینیم قدیر دست از کیسه بیرون کشید و به پدرش گفت نفس داره تونتو میزنه انگار نمیریم چرا چرا آبر زود دستم زود قدیر دست و پای پدر را شست او را بر پشت گرفت و به خزینه برد سه بار زیر آب قوتش داد بیرونش آورد و به شتاب از صحن همان بیرونش برد و سر بینه کنار رختهایش جایش داد و کاسه ای آب برایش آورد بیرمرد همچنان لهله لح, لح می زد قدیر کاسه ای آب را از دست پدر گرفت و گفت در از آب همون نمی کنی. کاه مال خودت نیست کارتون که مال خودته قلب و نفست که مال خودته پیرمرد جوابی نداشت قدیر رخت به تن او پوشاند خود نیز پوشید بخچه حمام را گره زد و گفت میریم کربلای خدا داد کیسه پولش را درآورد و چند سکه کف دست قدیر گذاشت و بر پشت او سوار شد قدیر دم در سکه را درون کاسه سمد گلخنتا بنداخت و گفت آرخالق تو بکش تو کلت هوا نسیم داره کربلایی آرخالق را به کله کشید و قدیر در حمام را با پیشانی خود گشود و از پیچ پله ها بالا رفت و قدم به میدان گذاشت باز همان راه زنها تک و توکی به شستن کهنه بچه لب جوی نشسته بودند قدیر از کنار ترقبیت ها گذشت از سینه کوچه بالا رفت و به چهار نفس تا خانه رسید. آبدالان حیات را گذر کرد و پشت در ماند. کربلای خدا داد کلید را به قدیر داد و او قفل در را گشود. پیرمرد را به اتاق برد. روی نهالی چه نشاند و به سر صندوق رفت و تکی نان برای شابد و بعد اجاق را افروخت و کتری سیاه چدری را بر سنگ اجاق جای داد و خود به کناری نشست کربلای خدا داد دندان به نان خشک به قدیر گفت میخواستی ببینی اون اجنه حرام لغمه ننگش و گم کرد و رفت یا این که انوز روی جا افتاده و خورناسه میکشه قدیر گفت چی کارش داری؟ یا رفته یا میره خواب صبح بر اون حکم طلا رو داره جونشو بگیر اما خوابشو مگیر قدیر برادرش را خوب شناخته بود خواب صبح برای عباس جان حکم طلا را داشت پلکایش از هم گشوده نمی شدند استخانهایش کرخت شده بودند رگ و پیبندش کش می آمدند تنش کوفته خماری بود خمیازه های پیاپی از ششمهایش آب به راه انداخته بود با این همه می باید نعش خود را از زیر لحاف پاره بیرون بکشاند. لحاف را به زحمت پس زد و روی جانش است لحظه ای کمانی سربرزانه نهاده ماند و چرت زد پس قلتید پلکایش کش می آمدند نمی از هم واگردند. اما باید وا گشتند گرچه به دشواری اما باید وا می گشتند کاری در پیش بود به تن تکانی داد دست به لیفه تنبان برد لوله ی کوچکش را بیرون آورد یک حب تریاک ته حلقش انداخت و به آب دهن قورتش داد و نیم خیز شد نیم تنه به تن کشید پاها را از بالای کرسی پایین خیزاند و سرانجام برخاست گیوایش را به و از در انباری بیرون رفت آفتاب بر دیوار میخورد می شکست و بر خاک می پاشید نیم نگاهی به در اتاق بابایش انداخت گودال را دور زد پا به دالان گذاشت و به کوچه رفت نم مانده بر کوچه و آفتاب بوی نوروز داشتند روز علفه مثل روز علفه در هر سال نسیم هنوز خنک بود و آفتاب سرمایه زمین را می آشتی خورشید و باد منزلگاه بهار اما چرا مردم هنوز از خوناشون بیرون نیومدند؟ نگاه عباس جان به پهلوان بلخی و علی خاکی افتاد که از این کوچه بالا می آمدند. هر دو سر و گوش شسته و پاکیزه باخچه های حمام زیر بغل داشتند. عباس جان گوش تیز کرد تا مگر گفت و شنودشان را بگیرد. اما میسر نشد. نتوانست. به او که رسیدند خاموش شده بودند. عباس جان سلام گفت. آقار به خیر عباس میرزا خان. عمرت به خیر پلوان لابد داری رو به خونه باندار میری گذشته بودند عبادشم گفت ای همچین پلوان بیان که روی به دنباله برگرداند گفت امروز اونجا چربه عبادشم روی برگرداند و به سایه مردها که دنبال سرشان کشاله میخورد نگاه کرده سایه ها درشت و مردانه بودند عباس بی اراده به خود برگشت با اینکه بیش از سی و چند سال نداشت کتفایش بیرون زده و قفسه سینه اش فرو نشسته بود و حس می کرد سرش روی شانه ها به نخی بنده است اما چندان هم در این دریخ نمانده از کنار دیوار حمام گذشت و بر درازنای جوی رو به خانه بندار رفت روی سکوی در دکان اصلان چند تایی بچه و جره پراکنده بودند عباس از جوی آب پرید بچه ها را از پیش پای خود کنار زد و به درون حیات سرکی کشید شطرها میان حیات یله بودند اصلا بیخ دیوار نشسته و به کار ساییدن کارت بر سنگ بود شیدا چارشاخ به دست داشت و بوتهای خاروهیزو می را که شترها شب با پوز بر زمین پاشانده بودند میروفت نورجهان دم دهنه اتاق کش نشسته بود و چیزی شاید دکمه جلیقهاش را میدوخت به نوک و چنگ چینجویی میکردند ماهدرویش سینی و قوری چای سر دست از مطبخ بیرون آمده بود و به سوی دالان می رفت. شیدا چارشاخ بر خار انداخت و به دنبال ماه درویش دوید دم دالان سینی را از او گرفت و به بالاخانه برد ما به شک از این سو خیزه کرد و عباس جان به اشاره دست ما را پیش خواند. ما پیش آمد. عباس جان از او خواست که یک پیاله چای برایش بیاورد. ما رفت و یک پیاله چای برای عباس آورد. عباس جان چای را که نوشید پرسید. دیگه چه خبر؟ شنیدم که شیروع. بنشین. صدای شیدا به دشواری شنیده میشد. با این وجود حواست را به خود میکشاند. حالا نمیشه اونو به شهر راهی نکنی؟ بندار سر بر نیاورد تا به چشمای پسرش نگاه کند از این بابت نمیخواست رو در رو با او حرف بزند با این همه بی جوابش نمیشد گذاشت پرسید تو بر چی سینه جلو دی؟ بر اینکه کسر شهر نمیشه زنی که در خونه ما کار میکنه به کلفتی خونه آلجاقی بره بندار به شیدا که همچنان ایستاده بود نگاه کرد در خونه شما؟ خونه شما کجاست؟ شیدا صد فرو انداخت و گفت خب خونه تو اگه در خونه من کار میکنه پس خودم میدونم تو چرا خودتو مگس معرکه میکنی اختیار کار کرد اون دست منه اختیار ناموسش هم دست شویش دیگه چی؟ تو در این میانه چی میگی؟ شیدا خاموش و سرکوفته لب به زیر دندان برد و پنجه در پنجه ناخونهایش در گوشت نشست دم دیگر باید میرفت بعد جوری بیگدار و آب زده بود جوان سری حس می کرد زیر سنگینی سکوت بیرحمانه پدرش دارد آب می شود اما اگر میرفت، باور ناتوانی خود از پادرش میآورد. پس بگونه ای نباید خود را بروز میداد. هر واکنشی اگر چشه کسی در پی داشت اما بودن او را دوام می بخشی. حجوم پندار که با شتاب خون در مغزش به هم آمیخته بود روزنی بر او گشود جانبداری کلمیشی ها پس بار دیگر بیان که پرخاش از کلام به زدایت گفت شویش بی غیرته. این باب حرف را بودید و همین خیال لابود شب از را نرسیده میری بالا سر زنش شیدا که دیگر راهی به بازگشت نمیدید با احساس اینکه آنچه آغاز کرده به پایان برد گستاختر گفت کی همچی حرفی زده خودش خودش نگاه و کلام بابگلی میخی در چشم شیدا نشاند شیدا چشم پوشید و نرم گفت من از مادرش براش پیغام آورده بودم اینو میدونه که شیرو از محلشون قهر کرده و زن ماه درویش شده میدونم این رو هم میدونم که اونا دیگه یادی از شیرو نمیکنن پیغامی هم بر اون ندارن گیرم که مادرش سلامی برای اون داده باشه این رو نصف شب باید به اون میرسوندی وقتی که ماه درویش توی شیرکش کشخونه خال سنما لم داده خبر مرگ بود روز نمی اومد شیرو هم برات شده دختر سید تلفنچی عجب خیره سر شدی تو شیده تا خشم پدر فرو بنشاند کوتاه گرفت و گفت من یه زمستون آزگار نون و نمک کلمیشی ها رو کردم اونا با من مثل خودشون بودن بیفرق و جدایی من بیش گل محمد چشم و گرو دارم بازم میخوام بتونم تو رو نگاه کنم مردمان خوبی هستن با ما هم که رفت و آمد دارن داد و ستت دارن گیرم با دخترشون قهر باشن خونی هم که نیستن چهار سباه دیگه که آشتی کنن جواب گل محمد رو تو چی میدی؟ بندار گفت جوابشو من میدم تا که نمیخواد جوابشو بدی بعد از اینکه دختر کلمشی میان دست و بال آلاجاقی و مهموناش یعنی دست و بال پسر آلاجاقی مثل دستمال شد چه خیال میکنی تو که زن خودش آدم نیست؟ هست اما گلوش میره دستای ماست حالا وگر نه لابد میتونه صرف بزنه بابغولی پیاله چای را هرد کشید و چنان که میرفت خود را آرام کند گفت حرفای نونواریات دهن در میاد نکنه تنت به تن این حوچی های خورده که سنگ رعیت رو به سینه میزنن شگاه رو گردند و شانه به چارچوب درداد و گفت من فقط گیر نون و نمک هستم فقط تو گیر نون نمک هستی شیر و ماه درویش گیر نون نمک من نیستم ماه درویش و زنش که با آیدی ما گذران میکنن نمک گیر ما نباید باشم کدوم آیدی ما دو مثل گاو سیستانی کار میکنن اون وقت تو یه لغم نون جلوشون میندازی مثل استخون سگ از مال دنیا همین یابو رو داشتن که اون رو هم پای قرضشون مردو دستشون برداشتی با قولی بهتران دید که جدال کوتاه کنند دعوا به سود نبود پس به خود گفت منو ببین که دشمنم و قریبه ها میجویم دشمن دیگران اگر به بلخ و بخاراست دشمن من از خودم سبز شده حالا برو دیگه برو وقتی این حرفا نیست برو کمک برادرت من قول دادم نو به شهر بفرستم و میفرستم برو قربان بلوشم پیداش کن بیار خونه ببین کدوم گودی سرشو گذشته کسافت برو شیدا خود نیز رفتنی بود به شتاب پله ها را فرود آمد حیات را دو پل تمام کرد و به کوچه زد بچه ها بودند و ارونه را از لای در نشان هم میدادند اباتجان پیش پای شیدا برخواست و گفت سلام شیدا خان کاری از بفرما کمک کنم شیدا بی جوابی به اباتجان پاتیز کرد و خود را از بیخ دیوار به قلعه کنه کشاند و بی پروا به خانه ماه درویش وارد شد شیرو تنها بود که اگر هم نبود چیزی از شتاب شیدا به کاری که قصد کرده بود نمیخواست. ته اتاق کنار بخچه گشوده رختایش در بخت نشسته بود. قامت شیدا دهنی در را پر کرد. شیرو را حراس برداشت و پس نشست. شیدا گفت نرو شهر شیرو از من بد میبینی نرو ها؟ شیدا رفته بود آزرخشی بود انگار یا وهمی گذر سایه ای رویایی یک خواب کوتاه چرا چنین چرا چنین ناگهانی در شهر مگر چه میگذشت او را به کجا داشتند میفرستادند نمیدانست میدانست و نمیدانست شب را تا خواب بیاید خیال بافته بود و صبح پیش از آفتاب برخواسته و به کار جمع و جور کردن اساس خانه شده بود اما میدید که دستش به کار نمیرود دلش قرص نبود یک جور وسواس در زیر پوستش خانه کرده بود درونش پریشان بود راهی گنگ پیش روی به ماه پیش از اینکه برای رفتن به حمام پا از در بیرون بگذارد گفته بود چه کنم؟ حرف آخر تو چیه؟ برم یا نرم؟ ماه نگاهش نکرده بود همچنان فروف کند سر گفته بود خودت میدونی ماه بیرون رفته و شیرو در بحت مانده بود میدانست هنوز هم میدانست که ماه درویش می ترسد و از حراسی که دارد به زنش هم راست نمیگوید راستش را نگفت شیرو میدانست که شویش رضا به رفتن او نیست با این همه دل آن ندارد که درون خانه به زنش بگوید نمیخوام که بری حرف دلش را به زنش هم نمیگفت چه زود این سید خودش را از دست داده بود چه زود اطمینانش را جوانیش را خودش را یا بویش را از او باز ستاندند حالا هم داشتند شیرو را از او می ستاندند از او بر می کندند و او شهامت این نداشت که بگوید نه شیرو فکر می کرد چرا یک چنین شد و احساس می کرد دیگر دلش برای ماه درویش نمی تپد فقط دلش به حال او می سوخت احساس می کرد ماه درویش یتیم است تفلی که بابایش مرده هرچه بود ماه درویش شیرو نبود مردی که شیرو امروز میدید که از خانه میرفت رفت و به خانه می آمد ماه درویش شیرو نبود ماه درویش شیرو گم شده بود همان شب در ماه گم شده بود در تپه در بیابان گم شده بود او را و مادیانش را باد برده بود کوه خورده بود سنگ شده بود نه این که بود او نبود سایه ای بود توهی از مایه و شیرو احساس شکستگی می کرد. احساس شکست، پشت شکسته، خالی، عروسی که خانمان و کسان خود که تبار خود را رها کرده و تکه به ماه در ویش داده بود. قسمی که از زیر پایش خالی شده است، پا بر زمین سوست نهاده بود، دست در دست لقه انگوشت های ماه دم بدم سوزتر می و شیرو در پنجه های خود احساس یلگی می کرده. آیا ماه به خود باورنده بود که دیگر تا به نگهداری شیرو را ندارد؟ چرا و چگونه شیرو را چون به خود رها کرده بود؟ آیا از بیزاری لبریز شده؟ چه رخ داده که او حتی خشم خود را از یاد برده است؟ برق کدام خنجر چشمش را چنین ترسانده است؟ چه پیش می آید؟ چگونه ترس بدین سماجت با جان یک مرد بافته می شود؟ تار و پود، بیم و بیزاری، تنبلی روح دیگر چرا برف روخته نمی شود ماه درویش؟ عشق؟ آن عشق کجا شد؟ چگونه دود و به هوا شده؟ این گسیختن چگونه رخ نه دیگر دل شیرو هم برای ماه درویش نمی تپید دل به دل راه دارد شب پیش ماه درویش شیدا را دیده بود که از خانه او باز میگردد اما بروی شیرو نیاورده بود شیرو همچنان از خود میپرسید چرا چرا حتی یک کلام هم بر زبان نیاورد فقط پیشانی در هم کشید و خاموش نشست کاش تسمه از کمر میگشود و به جانم میافتاد اما نه لب از لب نجنباند چه چیز او را دچار خود کرده بود شیرو جواب از خود گرفت نه دیگر دل من برای او می تپده اما این همه پاسخ نبود. این دل شیرو را آرام نمی کرد. پس ذهنش بی اختیار او روزنی می جز تا مگر از تنگنای خود برهد و این ذهن میرفت تا لحظه به لحظه ماه در ویش را پی بگیرد. مدی که صبح تا شام در خانه بابغولی بندار مثل سگ پاسوخته می دویده. هر کاری می کرد، هر دوشنامی می شنید. هر زخم زبانی را تاب می آورد اما دم بر نمی چه اش شده بود ماه درویش خالی از خود شده بود مرده بود نیست چه مرگت شده بود آخر که شیرو حس می کرد چهره او روز به روز و دم به دم دارد خارتر بیرونقتر و بیرمقتر می‌شود. می شود و به جای از چهره دگرگونه از سه تاریکی از پیچا پیچ راه های گنگ و گم از درون تردیدهای جانکش روز به روز و دم به دم آشکارتر می شود نزدیکتر می شود و روشنایی می گیرد و رخ می نماید ماه درویش دیگر در این چهره چشمایی جوان می درخشند چشمایی که تیز و رحم اما درخشانند در هر نینی آن پنداری سواری ارغوانی می شتابد. در نگاه اول بیم بر می و نگرنده از جسارتشان میهراستد اما نرم نرم به آن خو می کند هر چه و هر گونه قلب را میلرزاننده چیزی را در تو بیدار می کنند نه اگر عشق دست کم ترس را بدخواهی و میل به دریدن را ترسو نیستند اما نجیب هم نیستند چشمان گوساله نیستند خنجرند در نهایت زیبایی میتوانند بکشند همین است که تو نمیتوانی توانی به دیدنشان برقرار بمانی که نمی توانی نقش دیوارشان بپنداری و به آسودگی از برابرشان بگذری که شیرو نمیتواند ندیده بگیردشان و به دنها نیندی شد این چشم سخن از نترسی سری جوان دارند جسور و بیپروا همین که نیمه شبان پاهای خسته را به راه خانه شیرو می کشانند. همین که به زبان این سر چنین سخنی چنین فرمانی میگذرد. همین که بی واهمه به خانمی تا و به زنی که زن او نیست معشوقه او هم نیست به جرأت حکم کند، مرو به شهر مرو چیزی نیست که بشود از آن برگذشت همین قوام بر همین استواری همین دیوانگی همین شیرو در برابر همین کردار خام و برهنه خاموش و بیپندار نمی بماند نه شنیده و ندیده نمی توانستش بگیرد نمی توانست نلرزد این او را برمی انگیخت. این شیرو را برانگیخته بود و دیگر نیندیشیدن به شیدا برایش دشوار بود خاری به پایی خلیده و در آن رد گم کرده است اما هست یادی به درد از خود به جایی نهاده اما هست در غروبی بر شیرو تاخته به کنج کارگاه در او آویخته و از خیش بیزارش کرده است اما هست شب همان غروب هم شیرو نتوانسته بود از پندار شیدا اگر شده پندار بیزاری قافل به دوری زمستانی شیدا حتی جای پای پندارش را در خیال شیرو گم نکرده بود تخم ای در خیال زن کاشته شده بود گرچه به خشم به بیزاری یا خواست راست همین بود به خود آمد آرام به راه افتاد تا دهانه در رفت آنجا ایستاد و شانه به دیوار داد آفتاب بود پاکیزه و روشن در آستان در نشست مرغ گلباغالی بیخ دیوار و پای آخر میان سرگین های کهنه و خشکیره یابو پشال پشال می کرد. این مرغ در یک دلالی گوسفندگیر ماه درویش آمده بود گلباغالی هر روز یک تخم میگذاشت چیرو تخم مرغها را جمع میکرد و ماه سر هفته آنها را به دکان اصلا میبرد و با قند و چای سودا میکرد گلباغالی برای شیرو خیلی عزیز بود نه برای اینکه تخم میگذاشت خود به خود عزیز بود بعد از یابوی ماه مرغ گلباغالی تنها جانور خانه آنها بود این پره سویتوسیا چجوری تو هم بافته شدن؟ چه به قواره دومش چه کوتاه هیگونک زنس یک خونه هستی شیرو سر بلند کرد لالا زن چپاو پیش رویش ایستاده بود برافروخته اما خوددار بود خستگی چشمها شاهد آنکه شب را آسوده نخوابیده بود شیرو نخواست از جا برخواست و به لالا سلام گفت لالا پنداری صدایی از شیرو نشنیده بی در آفتاب نشست شیرو پرسید چرا اینجور سرکنده خواهر؟ لالا گفت اگه میتونستم کله سر میومدم آخه برای چی؟ لالا مادین پلنگی انگار به شیرو برگشت خود قایم نکن دختر کرده میدونی بر چی اومدم میدونم که چی میخوام بگم بیشتر از اینم لپا می مگیر و خودت رو به کوچه علی شب نزن شیرو نزدیک به خاری گفت به موی برادرم قسم اگه بدونم تو از من چی میخوای خب اصلشو برم بگو لالا پیشتر خزید و رخ در رخ زن ماه درویش مانده و چشمهای او را در نگاه گرفت و گفت دامن شیدا رو یلد دختر ببین چه روزی که با زبان خوش بهت میگم راه تو کج کن و برو برو ناخونت رو جه دیگه بند کن شیرو لال مانده یک رویگی لالا او را برهنه کرده بود برهنه در آفتاب روحش را خودش را میتوانست ببیند هیچ نتوانست بگوید هیچ نمیتوانست بگوید لالا پی حرف خود را گرفت اون ادام دختر سیده تلفنچی در بردم قدیر کربلای خدا داد و با خودم دشمن خونی کردم حالا به امید اون دارم ریشه کلخص چپا و تحمل میکنم هر شبی که بغلم میخوابه بوی پشم و پیشگل تنش گیجم میکنه مثل این مادیون بیازار فقط زیرش میخوابم مرمورم میشه نفسش مو به تنم سیخ میکنه برای چی؟ تو گمان میکنی شوی خوشقبار تر از اون در قلع چمن بر من پیدا نمیشه؟ چرا خوبم پیدا میشه؟ تاجلی پشتکش چوسم و بو میکشه اما من چه پوبری نگه داشتم که اون میتونه اون لنگه چشم بیناش رو روی بعضی از کاری من ببنده که پاری کارامو نبینه که یه شب در میون دنبال گله بیابونا رو گز کنه حالا بله بعد این زمستون که من پسر بندار رو ندیدم تو اومدی خودتو میان ما دیوار کردی خیال میکنی میذارم این سرپا بمونی؟ جرت میدم دختر کرده شیرو سر که برداشت تا رفتن لالا را نگاه کند فقط توانست وزش سرخ بال چهارقدش را در گذر باد ببیند و تابی در قربالک خوش قواره یش لالا گذشته بود و شیرو مانده بود. تازیانه؟ چه برو میبارید بیان که خود بداند و بشناسد؟ کدام دام پیش پای او در کار بافته شده بود؟ گیجی، تلمباری از پیچیدگی، پندارهای دردامیز، این بند بندان گره چگونه بخشاید چگونه میتوانشان گشود این سر دم به دم بار بیشتری بر می داشت سنگین در می‌شود درختی به فصل باراوران میوه درد بر سر و روی هر شاخسار بار فوزون از گنجایش سر تا باید می‌آورد چیرو چه سر پرشوری چندین جوان و چندان پریشان دست شاخسار شیرو به هر سوی کشیده می شده بر سو خمیده می شده خمانده می شده تا خاک می خمید و سپس زه کمانی رهیده می شده کشمکشی همه سوی بیرون در هر سوی درون در همه سوی گرهی کور همچنین زمان اگر می گذشت کار شیرو به کله بر دیوار کوفتن باید می کشید. چه باید بکنم؟ آی آی گوشت شطور گوشت شطور آی های چه بجا جار از بلندای بام می آمد صدا از قربان بلوچ نبود باید صدای تاجلی پشتکش باشد هرچه با هر گونه صدا ریسمانی بود که را از شاه به در می کشید به در رفت دالان کهنه بیخ دیوار حمام قدیر و لالا به گفتگو بودند شاید قدیر لالا را به حرف نگاه داشته بود شاید هم سر راه بر لالا گرفته بود اما برای چه؟ روشن نبود لالا از قدیر گذشت و به کوچه پیچید آیا همو لالا را نشورنده است؟ قدیر به شیرو نگاه کرد در نگاهش خستگی و آزردگی بود راه خود گرفت ارونه را به ربات می بردند. آهای آهای گوشت شطور گوشت شطور آهای آه های نه قربان بلوچ و نه تاجلی پشتکش این عباسچان کربلای داد بود که گوشت شطور جار می زد مردم براکنده و دسته پیر مرد و زن و جوان از ذر خانه بابگولی بندار دنبال ارونه به راه افتاده بودند بابا پیشاپیش پیشا پیش جمعیت اصها میزد و میرفت. و عباس جان افسار شطور برهنه را بر شانه انداخته بود حیوان را به کشتار میکشاند و پیشا پیش جار میزد گوشت شطور آی های, های. اصلا گرده به گرده ارونه می آمد آستین ها را بر زده کاردی بلند بیخ کمر هر از چند گامی وا می گشت. پا به زمین می کفت و بچه ها را به نهیبی می تارند. بندار پیشا پیش می رفت و قربان بلوچ حلقه ریسمانی به شانه انداخته کنار به کنار تاجلی پشتکش حرکت می کرد و ماه درویش پسله دیگران آفتابی به دست داشت و پاکشان می رفت تکوتوکی مردم بخی دهخانهای آلاجاقی گهگاه سر از خانه پس کوچه به در می کردند و قاطی جمعیت می شدند زاقی برادر خالصن ما هم با دهان پرنان و چشمای قی کرده از کوچه بیرون آمد از کنار شانه قدیر گذشت و خود را به ماه درویش رساند قدیر بر کنار کوچه پا پس کشید دلش بار نمیداد تا پیش برود اهالی عروس می بردند و قدیر رو به گور خود انگار می رفت. روی برگرداند و پنجه به دیوار باغچه باپلی بندار انداخت از دیوار بالا کشید پایین پرید و از آن سو در شیب کال خشک کل پا کرد و به سوی رفت دل دیدن کارت خوردن شطرش را نداشت هم نمیتوان توان او را به گوش بشنود نه دیدن نداره چه دیدنی؟ مگه بار اول یک شطر می نه بار اول نیست اما این بار باشه باشه ارونه رو به در ربات به پیشگاهی درگاهی می اونجا زمین صافتره ای بونو می و مردای دورش میگیرن قربان بلوچ اگال به زانوی شطور میبنده اصلا بال دیگه کاردش رو تیز میکنه ماه در ویشدار و شطور میشرخه و بچه ها رو دور میکنه عباس جان با تلاش زیاد افسر حیوان رو نگه داشته بندار زیر تاق نمای نگاه میکنه اما کار هنوز تموم نشده دهخانا به کمک میان زاقی و میرزا دلاکم دستی به کار میبرم بابا گلاب جز دعا نداره قربان بلوچ از همه ماهرتره اون کله و پوز شطور رو به ریسمان مهار میکنه شطور بعد مهار بشه طوری که تکون نتونه بخوره زنها و بچه ها خیره موندن همه یه چشم به راه اتفاقیه که باید بیفته چشم به راه خون تلاش مردها بی امانه شطور نباید از اون که بر اون خواهد گذشت به بین بیفته نباید بفهمه حراس هول اگه برش داره مهار میگ و بیابونه و بیابونی میشه پس شیوه کار خبروار و تند باید باشه نه دست پاچه اما تند تا شطور سرنوشت خودش رو در نیافته باید به سرنوشت کشوندش و بر سفره از پای درش بود سرنوشتش رو میباید بسازی کارش رو باید بسازی